در دنیای اروپا و آمریکا در پرستش خدایشان فرق بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هست. کلیسای سیاه‌پوستان، کلیسای سفیدپوستان. این سیاه‌پوست اشتباهاً روز داخل کلیسای میشود که سفیدپوستان نشسته هستند. اون کششی که اونجا صحبت میکند وقتی این سیاه‌پوست وارد کلیسا میشود ورق نوشته میکند به دست کسی میگرد که برو به اون بره. وقتی این سیاه‌پوست ورق را باز میکند نوشته است که کلیسای سیاه‌پوستان اینجا نیست، در فلانی جا از اونجا. عزیز ما، هر که اول داخل مسجد میشود، چه غلام است، چه سفیدپوست است، چه فقیر است، چه درویش است، چه رئیس و جمهور است، چه امیر مؤمنان است، در صف اول نشسته، کسی حق نداره او را از جایش نکنه. وقتی در حج بیت الله میره همه یکسان کفن میپوشند. امین احرام مثل کفن، سفید، بدون فرق. به گرد یک خانه میچرخه. بیانیم که برویم به حق چهارم، حقوقی که لازمه برادری اسلامی است، امروز کجاست؟ جوان، با گوش دل بشنو. پدر بزرگوار، با گوش دل بشنو. حافظ قرآن، عالم دین، حاجی صاحب عزیز، تبلیغ صاحب گرامی، صوفی صاحب معزز، با گوش دل بشنو. اگر اینها اصلاح نشوند، نه حلقه نجاتت میدهد، نه تبلیغ نجاتت میدهد، هیچ کدام از اینها درد درمان نمی کنند اگر این مرضها در وجود ما خشک نشود و از بین نرود. چهارم، از حقوقی که لازمه برادری اسلامی است. هیچ مسلمان حق ندارد برادر مسلمان خود را تحقیر بکند. سبحان الله، هیچ مسلمان حق ندارد برادر مسلمان خود را تحقیر بکند. تحقیر چی من؟ کوچک به شما را خودم بزرگ به شما. امروز خیلی ها هستن عالم شدن و به این باورن که ما از همه فرق داریم، به این باورن که ما دیگر همون پاکانی هستیم، دیگر همه آلوده و ناپاکن. وقتی عوام الناس رو نگاه میکنند میبینند اونی که عربی بلد نیست، علم نخواندند، به نظر حقارت نگاهش میکنند. هیچ مسلمان حق ندارد. وقتی مسلمان گفتی عالم هم شامل شد. خیلی ها معلم به شاگرد را تحقیر میکنند، کوچک میشمارند. خیلی ها پیرند مرید را تحقیر میکنند. خیلی ها مردند زن را تحقیر می کنند. ما داریم، باور بکنید، در مسیر هفته ده ها تماس از آدرس خواهر می آید که جناب مولانا شوهر من ریش دارد، عمامه و سر دارد، به پیش مردم شخصیت خوب معرفی شده، ولی وقتی خانه داخل خانه می شود شیاد است. وقتی داخل خانه می شود اخلاقش با زنش مثل اخلاق فرعون با آسیه است. بر رب کعبه قسم که این ریش نجات نمیدهد. اگر با این ریش ظلم کردی در کنار ظالمانی، اگر با این ریش دوستی کردی در کنار دوستان، اگر با این خیانت کردی در کنار خائنان، یک عبا و کبا و امامه و ریش و مرد بودن ما را بازی ندهد. خیر زنها هست که از هزاران مرد و پیشگاه خدا عزیزترند. نباید مرد به سر خود بگوید تو چه حق داری که حرف میزنی؟ تو زن هستی، هیچ که جلوگیر من نیست. اگر خواستم رتگو بد میکنم، خواستم طلاق بد میکنم، خواستم از خانه بیرون بد میکنم. هیچ مسلمان حق ندارد مسلمان دیگر را تحقیر بکنند. خیلی ها با ظلمی که سر زدنش کرده روز قیامت داخل جهنم است. خیلی ها زن دوم گرفتن، زن اول مطلوب قرار گرفت.
یه خلاه گفته در قرآن که زن دوم و سوم و چهارم ببینید. بله الله گفته، اما الله هم گفته که حرام است تحقیر مسلمان، حرام است ظلم به مسلمان. و این را الله به زبان پیامبرش گفته، کسی که دو تا زن داره در بینش عدالت نمی کند. جا ایام القیامه و شبه المساواه است، روز قیامت می آید یک طرفش کاملا از بین رفته است. این را هم بشنم. فقط یک جزء دین را ما عمل می کنیم، فقط در قرآن آمد زن دوم و سوم بگو. یک بار برو از یک عالم پرسان بگو من می کنم زن دوم بگیرم، اجازه از شرایط را بشنم. هیچ مسلمان حق ندارد برادر مسلمان یا خواهر مسلمان خود را تحقیر کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیث امام بخاری امام مسلم است، به حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. سبحان الله، اگر یک مسلمان هیچ گناهی نکند، نه زنا بکند، نه دزدی بکند، نه شراب بنوشد، نه پدر مادر رو آزار بدهد، نه بی‌نمازی بکند، اما برادر مسلمان خود را تحقیر بکند، خود را عزیز، دیگران را ذلیل. رسول خدا میگه همین گناه کافی است، همین گناه کافی است که روز قیامت خداوند این رو به داخل جهنم بیاندازد. همین گناه کافی است که سبب ناکامی این انسان در روز آخرت بشه. به حسب درک من الشرق ایه در اخاق المسلم. خیلی ها هستن میگه من باید حرف اول بزنم، از من که عالم کلام دیگر نیست، هم دیگر همه کوچک هم. این علاقه کرم است. من پولدار قومم، داخل مسجد که شدم امام مسجد باید انتظار من رو بکشه. من حاجی قومم، مشهور قومم، من که داخل مسجد شدم مؤذن به من نگاه کنم که چی وقت اشاره میکنم که برو تکبیر بگو. مسجدش نمون همین کسی جریان دارد یا نه؟ هنوز هم هست، ولی چون امامت هست، نظام اسلامی است، یک مقدار از علما میترسن مردم. به این لحاظ در زمان جمهوریت خوب یاد داشته که وقت کماندان می آمد داخل مسجد، ثروتمند می آمد، امام مسجد به اون نگاه می کرد که چی وقت دستور می دهد نماز بخوانی. این کبر است. لایت کل جنت من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر. داخل جنت نمی شود کسی که به اندازه ذره کبر در قلبش باشد. کبر نکن عزیز من. وقتی صبح بیدار شدی از داخل بینی چی بیرون میشود به اون نگاه کن. وقتی به تشناب رفتی از وجود چی بیرون میشود به اون نگاه کن. یک بار نگاه کن از کجا آمدی. وقتی تولد مادر از کجا بیرون شدی. وقتی که در شکم مادر رفتی از کجا بیرون شدی. داخل این رگهای ما چی جریان دارد، داخل این روده های داخل شکم ما چی جریان دارد، داخل موش ما چی است؟ نباید دیگر را حقیر بشماریم، کوچک بشماریم. ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه حدیث امام بخاری است که کسی میگه من رفتم در اون منطقه لبزر به زیارت ابوذر غفاری. وقتی به اونجا رفتم دیدم که خودش یک ردا در اطراف خود پیچانیده است، یک دستمال به اطراف خود پیچانیده است، ولی غلامش این لباس زیبایی دارد تنه خود دارد. غلام ابوذر لباس پوشیده است، خود ابوذر ردا در اطرافش پیچانیده است. میگه گفتم ای ابوذر پوسیدم که غلامم لباس دارد تو ردا پیچانیده. گفت در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم این غلام را با من دعوا شد. اون غلام سیاه‌چهره بود، در روایت میگه که بلال بوده، ولی محدثه میگه نه، بلال بودنش صحیح نیست، یه غلام بوده. میگه من اون رو تحقیر کردم، برش گفتم یبن سودا، ای بچه مادر سیاه. تحقیرش کردم به سیاه چهره بودنش، تحقیرش کردم، گفتم ای بچه مادر سیاه.
گفت این غلام شکایت را در رسول صلی الله علیه و سلم رسانید. پیامبر بر ما گفت ای ابازر، هنوز هم بوی جاهلیت در وجود تو هست. بوی جاهلیت در وجود تو هست که چقدر ما تحقیر میکنه. او سیادک، او کورک، او شنک. گیره باواز بلند شما هست یا نیست؟ زن خود رو تحقیر میکنن. قوارت نگاه کن. نبودم که تو را گرفتم، تو را کی نگرفت؟ خودش را نگاه نمیدون. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ابوذر میگن ای ابوذر، در تو بوی جاهلیت است. در روایت میاد که ابوذر آمد به نزد این غلام، سر خود را به زمین گذاشت و پای خود را به سر من بگذاشت، به سر صورت من، که این کبر و بوی جاهلیت در وجود من از وجود من پاک شود. این غلام گفت چگونه من پای بگذارم در صورتی که سجده میکنم در پیشگاه پروردگار من؟ برادر مسلمان، هر چه داری با آواز بلند بشو از کی است؟ اگر لحظه خدا نظر رحمت رو از من تو برگردانند هیچی نیستی. یوسف میگفت خدایا تو هستی که یوسف هست. هرچی یوسف دارد از تو هست. هرچی من و تو داری. اگر عالم ما علم دارد، حاجی ما حج رفته، تبلیغی ما تبلیغ میرود، صوفی ما در حلقه ذکر ذکر میکنند، همه توفیق کی هست؟ اگر تو اینجا آمدی تو را کی آورده؟ همی هم کمال تو نیست. اگر قطره اشک از چشم تو کنده می شود مالکی است؟ حق ندارد مسلمان مسلمان دیگر رو تحقیر کنند. سبحان الله، چه اسلام داریم. حتی در دنیای اروپا و آمریکا در پرستش خدایشان فرق بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هست. کلیسای سیاه‌پوستان، کلیسای سفیدپوستان. یه سیاه‌پوست اشتباهاً روز داخل کلیسای می‌شود که سفیدپوستان نشسته هستند. اون کششی که اونجا صحبت می‌کنه وقتی این سیاه‌پوست وارد کلیسا می‌شود، ملک نوشته می‌کنه به دست کسی می‌دهد که برو به اون بده. وقتی این سیاه‌پوست قرار را باز نمی‌کنند، نوشته است که کلیسای سیاه‌پوستان اینجا نیست، در فلانی جا از اونجا برو. سبحان الله. تحقیق می‌کنند. حتی در پرستش خدایشان در بینشان فرق قائل شدند، سیاه‌پوستان و سفیدپوستان. اما به اسلام عزیز ما، هر که اول داخل مسجد می‌شود، چه غلام است، چه سفیدپوست است، چه فقیر است، چه درویش است، چه رئیس و جمهور است، چه امیر مؤمنان است، در صف اول نشسته، کسی حق ندارد او را از جایش تکان بده. وقتی در حج و بیت الله میره، همه یکسان کفن میپوشن. امین احرام مثل کفن، سفیر، بدون فرق. به گرد یک خانه میچرخه. وقتی نماز میخوانی اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را هدایت بکن به راه مستقیم. من نگفتم که اگر فقیر داخل مسجد میشود صبح با کفش های کونه، ولی پادشاه نماز نمیخواند. به خدا قسم که کفش های کونه یکی از این از تخت و اون تاج پادشاه با پیشگاه خدا بالاتر است. این اکرامتون؟ این نوم عیال ما هست. صوفی هستی، ملا هستی، مفتی هستی، شیخ هستی، هرچی هستی، این اکرامتون عند الله اتقاکم. مکرمترین شما به پیشگاه خدا، متقیترین شما. شاید متقی در بین شما اینجا زیاد باشد که به پیشگاه خدا خیلی عزیزتر از من است که اینجا حرف میزنم. جوان عزیز، تحقیق نکن مسلمان. سر مسلمان نخن. سر لباسش، سر رنگش، سر زبانش که درست حرف زده نمیدونه، سر چشمش که کانج است نخن.
کی خلقش کردن؟ الله. وقتی او را دیدی بگو الحمد لله. خدایا من رو زیبا خلق. اگر چشمان من مثل اون میبود چی میشد؟ اگر پر من مثل اون میبود چی میشد؟ اگر دست من مثل اون میبود چی میشد؟ اگر زبان من مثل اون میبود چی میشد؟ تحقیر من. هیچ مسلمان حق ندارد برادر مسلمان را تحقیر کنند.